به شم هشم بنسلی به نسلی اختورا سیوالانو مشه مراشا قهیلت یعقوب در ادامه فرمایشات هارا برا مقادوش در پاسوق اول پارشای به می فرماید اد ایرسه لودی معلت محلت ایس دیگه میخواد به ما این لغت کی به تلخو لغت حلیخا یعنی رفتن رو اطلاع بده معلت ایس قطورا دق... مقام و درجه مشغول شدن به طورا را با به اس قمیسبوت در حالی که در مشغول شدن به میسبوت این مقام وجود نداره کی اس قمیسبوت زیرا مشغول شدن به میسوت یا خل یوت یا یه آدم پوئل و اوسه. یعنی انسان انجام میده و عمل میکنه میسوت رو و ایرو مخت و یامیر که بودو لبسوف و باعث میشه خطا و عوض میشه دور میشه احترامش آخر اگه بعدش بخواد گناه بکنه و توضیحا اینکه اون گناه رد میکنه اون نور میسوا رو ولو تیزا خرنا به یوم پیش و دیگه به خاطر نمیارن براش اون صداقتاش در روز تقصیرش اول میسوت اسخ تو ولی میسوای مشغول شدن به تو مودیخو خدا بهش قول میده زیرا هر کسی که مشغول میشه به تو صداقتش تا ابد میسته و پابرجا هست و میفرماید که به یه لخ ایمو سیدقو و می رود با او صداقتش ال دیر خم رو بر طریقه که در سوتای کافالت می رمیسه اورا خبا همیسوا و این اورا تو تورا لبته از چل تورا و خدبا به لختو ها الیون که مرای سوتا داف کافالت هم بودیشون توضیح میده که گناه خاموش میکنه نور میسوا رو و گناه خاموش نمیکنه نور تورا رو که باطل کنه زخوت تورا رو و موفق میشه که بره در اون در حالی که به علام الیون به عالم باقی میشه تابد و توضیحا میفرماید که این به تلخو که گفته لغت تلخو استفاده کرده اگر در قوانین من مشغول بشید و آموزش پیدا کنید تلخو یعنی میرید به علام الیون و گناه نمیاد این زخوت و این مز رو از بین ببره یعنی آموزش تو را شما رو میبره به علام الیون و گناه نمیتونه اون رو خاموشش کنه و یه میشه پیرشتی به پاراشای اخر مد نگاه کنم چیزی که من توضیح دادم در پاراشای اخر مد در پاسوق اتخوتک تیشمه رو لاله باه قوانین من رو نگه دارید که در آنها سلوک کنید زیرنویس توضیح میده که در شعر تشوبا می که گناه خاموش نمیکنه تورا رو به صورتی که اورا نکرده گناه نکرده مگر اتفاقی ولی اگر انجام میده گناه رو زیاد و مداوه و راهش رو خراب میکنه و تباه میکنه راهش رو مزد تورا هم با او نیست او ادامه میداره رو خیلی مقادش او ایسته دیگه اینکه گفته حلیخا لفظ تلخ گفته از دیر خمرام زال بعد طریقه که خخام میفهمدن در زوال اقادش در پاسوق اولخ یا مین یعنی طول اوم در طرف راست تو و ادامه پاسخ میگه بسم الله او شر بخواب و در طرف چپ تو را ثروت و عزته شمع با اونایی که به اصطلاح یاد میگیرن تو را رو لیشما مزدشون در علام الیون هست و مس میلیم اونایی که یاد میگیرن شلولیشما ما مزدشون در این دنیا هست و هو مش و این همون چیزی که گفته اینجا این به خوقتای تلخو اگر در دستورات من بروید من منظور مشغول شدن به تو یعنی منظور شما در این کار اجرای میسوا باشه ولو تخلیط علامزه نه اینکه هدف این دنیا یکت از مسمعیلین با و این گروهی است که شلولیشما به چپ میرن الا تلخو بلکه بروید تیه یه کمانت خمد تشلومین که تلخو لعلام با بلکه شما هدفتون این باشه که نیتتون این باشه که مزدتون را در علام حبا که رفتید بهتون بدن که اون همون هدف کسانی است که راست میرن یعنی لیشما تو رو میخونن توضیحش اینه که میفرماید ما در میشله پاسخ داریم میشله سه پاسخ تجزن این پاسخ میگه که طول عمر در طرف راست توراست یعنی اونهایی که لیشماه به خاطر رضای خدا به خاطر اجرای میسوای خداوند تورا رو یاد میگیرند طول عمر خواهند داشت طول عمر منظور طول عمر است در علام هبا و میفرماید که بسم الله در سمت چپ تورا را او شروه خواهده ثروت و احترامه که منظور به اونهایی هستن که شلوش ما تو را میخونن نه به خاطر رضایت خدا و این مزدشون تو این دنیاست حالا میفرماید که این به خوق و تایتل خو یعنی شما در دستورات من که یاد میگیرید تلخو نیتتون این باشه وقتی رفتید به علام ابا تلخو وقتی میرید به علام الیون اونجا مزدتون رو بدن که دنیای ابدی است و همیشگی است نیتتون این نباشه که تو همین جا که هستید بهتون مزد بدن بلکه به نیت این باشید که لیشماه به خاطر رضایت خدا تورا رو یاد بگیرید و این منجر میشه, میشه به تلخو یعنی رفتن شما به اولاملیون و اونجا مزد شما رو میگیرید و میفرماید که منظوره که منتظر نباشید هیچ استفاده ای توی دنیا به خاطر تلمود توراتون داشته باشید چشم انتظار مزدتون نباشید توی دنیا مزد میده ولی شما چشم انتظارش نباشید بلکه به مزدی که در علام الیون وقتی رفتید همون تله وقتی رفتید اونجا بهتون بدن و همین قولیه که تورا اینجا به ما میده او دیت باید دیگه اینجا توضیح داده میشه الپی دیوره همزال طبق صحبت های خخامین در میشنت خسیدیم در پی قابط فصل 3 میشنا یودزن هر کسی که حکمتش بیشتر از اعمالشه به چه چیزی شبیه؟ توضیح میدیم که به درختی که شاخه هاش زیاده ریشش کمه بادی بیاد ریشه کنش میکنه و واژگونش میکنه و پیرقاب توضیح میده به خودش محصاب مروبین هر کسی که اعمالش زیاده و بیشتر از حکمتشه به چه چی چیز سبیه؟ به درختی که شاخه هاش کمه ریشه هاش زیاده حتی همه بادهای دنیا بیان نمیتونن او را از جا بکنن و این همون چیزیست که اینجا این پاسخ به ما اشاره داره این به خوق و تایتل خو منظور مشغول شدن به توراست و بر طبق این آموزش تو را خواهد بود اجرای میسود و برپایی اونها به خاطر اینکه این حکمت آدم بیشتر نباشه از اعمالش بلکه اعمالش بیشتر باشه به او به امرو سامخل میسوت اس همینه که پیوست به اجرای میسوای آموزش تو را و مشغول شدن به تو را گفته ات میسوت اک و یعنی شما که تو را یاد میگیرید باید حتما به نیت اجرا باشه هدف اصلی اجراست به دنبال اجرا باشید اجراتون بیشتر از آموزشتون باشه و اینجاست که شما به هدف اصلی رسیدید اودیت باید دیگه توضیح میده از در خمروزال بر طبق خخامیم که گفتن الوده در مسخه پا این هستن مسائل و مواردی که انسان میوش و توی دنیا میخوره هستش در علامه با و کی بود آبایم گمیلو خسادیم عباد شلام می میخبر رو و آخرش میگه چی؟ به تلمود تورا که نگت کلام تلمود تورا مقابل همه اونهاست همین چیزی که اینجا داره پاراشای ما بهش اشاره میکنه به عمره این به قوتای تلخو شو اس قطورا همین که میفرماد اگر در قوانین من بروید که همون مشغول شدن به توراست حساب میکنم من همچنین من بر شما که شما نگه داشتید میسوای من رو و اونها رو انجام دادید یعنی کنار آموزش تورا اومده گفته دستورای من نگه دارید و میسوای من رو اجرا کنید پس این که تورا رو یاد گرفتی تلمود تورا که نگید گولا من براتون حساب میکنم مثل که شما عمل کردید خوندن تورا آموزش تورا به نیت اجرا این حساب اجرا روش میاد او دیگه میخواد بگه بعد طریقه که گفتن این زوت تورا لا اولالم این این از تورا به برای قربانی اولا و برای قربانی مینخوا، دراش کردن خخامین در مسجد خدمه را خود دافگوفیو در مدرشان که آدمی که مشغول میشه به پاراشای اولا حساب میکنن براش مثل که تقدیم کرده قربانی اولا و بر این تقضیب گفتن اون شل ما پاریم صفات نوشه چهارده میفرماد و این گاب هایی که میبردن به جاش الان ما لبهامون تکمیل میکنه این رو به جای تقدیم اون قربانی ولوز بیلباد بیل باد و نهمین بس بلکه هر میسوا و میسوایی که انسان در دست رسش نیست امکان اجرا براش نداره موقعی که انسان یاد میگیره میسواش رو در تورا مثل که انجامش داده البته به شرطی که مشتاق به اجرا و منتظر به اجرا باشه که اگه دستش بیاد اجراش کنه و حساب میکنه هشم برای که با این خوندن و یاد گرفتن نیست که اجرا کرده همینه که پاسخ میفرماید این به خوب تله خوب وقتی که به میسوای من مشغول بشید یاد بگیرید بهت میسوای اونهایی که امکان نداره انجام بدید تیشمرو منتظرش باشی لغت تیشمرو رو معنی انتظار میکنه یعنی تیوم مخکین منتظر باشید کی بشه که به دستتون بیاد انجامشون بدید حساب میکنن من مثل که اونها رو انجام دادید و امرو و واسیت متام بعد آخر پاسو میگه واسیت متام انجام بدید اونها رو و نه مزد فکر به تنهایی من میدم بلکه مزد اجرا هم من به شما میرم همونطوری که ما در پیوست نوشتیم به تلمود تورا که نگت کولام یعنی آموزش تو را در مقابل همه چیزه مثل که شما اجرا کردید یش میسوا چه مبتلین تلمود تورا بیشویلان هست میسوایی که باطل میکنن تلمود به خاطرشون مثلا محس قربانوت و, و امثال این چون مهمتر از در است و از این جنبه لازمه که انسان یاد بگیره میسواش رو و امید به انجام اونها داشته باشه چون که اینها موضوعشون در جزء میسوای تلموتورا نیست یعنی حتی تلموتورا هم داره باید به خاطر قربانی تعطیل کنه رو پس باید اینها رو یاد بگیره و امیدوار باشه که روزی اونها رو انجام بده باشه مثلا من این رو براش به نیت اجرا در نظر میگیره مثل اینکه اجرا کرده پس بنابراین طبق این قسمت توضیح پاسخ این شد این به قوقا تایتل خو اگر مشغول به تو را بشید و آموزش ببینید و اتمیس و میسمای مرو تیشمه رو منتظر باشید در این صورت و اسیت متام من برای شما حساب میکنم مثل که این رو انجام دادید همه ما انشاءالله به به دیدار مرخماشیا و بینن به تمیزاش نایلوشیم به زخوت حالا برای خیلی مقادش همین که نیراستون.